دوستان عزیز خیلی خوشحالم که با موضوع دیگه ای در خدمتون هستیم و باز این فرصت پیش اومده که پاسخ چند تا از ها رو خدمتون بدیم سوالهایی که این دفعه دستبندی شده همه در طبقه خشونت خانگی یا دامستیک بایلنس گذاشته شده دامستیک وایلنس یا خشونت خانگی یعنی اینکه یک نفر بر علیه سایر اعضای خانواده یا جمع صمیمانه که داریم در موردش صحبت می کنیم اقدام میکنه یا سوء رفتار داره نسبت به اونها این معنای خشونت خانگی یا دامستیک وایلنس هست اما به اشکال مختلف پیش میاد که گاهی ما متوجه نمیشیم که این میتونه جزء طبقه هایی باشه که خشونت خانوادگی نامگذاریش می کنیم مثلا میتونه این خوشونت فیزیکی باشه میتونه کلامی باشه و میتونه احساسی باشه میتونه مالی باشه حتی مذهبی باشه یا جنسیتی باشه به هر شکلی ما میتونیم دچار این خوشونت ها بشیم و قربانی این خشونت ها باشیم این خشونت ها شکل های مختلف داره تو شکل عاطفی میتونه به شکل رها کردن و رها شدن باشه میتونه تو شکل های جنسی به شکل سوء استفاده جنسی باشه یا حتی تجاوز توی رابطه زناشویی یعنی بدون موافقت یک طرف طرف دیگه بخواد رابطه جنسی داشته باشه پس میتونه از شدت و های مختلفی برخوردار باشه یعنی با کلامهایی که منجر میشه به اینکه احساس حقارت بکنیم و اعتماد به نفسمون رو از دست بدیم شروع بشه تا چیزهای دیگه که مثل تجاوز هست یا مثل کتک زدن هست مثل آسیب های جسمانی زدن هست مثل محدود کردن در چیزهای مالی هست یا حتی در ساعتهای دیگه متاسفانه ما شاهد چیزهایی مثل آتش زدن خونواده یا اسید پاشیدن هستیم که اینها همه خشونت خانگی هست اگر ما خودمون قربانی این خشونت باشیم یعنی در خونه بزرگ شده باشیم که کتک زدن بخشی از یا کتک خوردن بخشی از آین اون خانواده باشه و معمولا این اتفاق میفته این خشونت ها رو وقتی توی سطح دیگه ای داریم تجربه میکنیم متوجهش نمیشیم که این هم هنوز خشونته و خودمون که قربانی اون خشونت بودیم میتونیم و خطر این رو داریم که تبدیل بشیم به کسی که خودش داره ظلم میکنه و خودش داره آسیب میزنه به عبارت دیگه قربانی خوشونت خودش میتونه به یک آدم ظالم و کسی که خشونت رو اعمال میکنه تبدیل بشه به همین دلیل خوب هست که آشنا باشیم و بدونیم اگر ما توی خانواده ای هستیم که مثلا ده سطح خشونتی بوده که توی اون خانواده اعمال می شده الان اگه توی رابطه میریم که هفت خشونت اعمال میشه ما فکر میکنیم این خیلی خوبه چون نسبت به اون حتی این درک رو نداریم که هنوز ما توی فضای خشونت آمیز هستیم منتها چون کمتر شده خوشحالیم ازش به همین دلیل آگاهی دادن و آگاهی داشتن خیلی میتونه به ما کمک بکنه که از فضاهایی که ما رو مورد سوء استفاده های جسمانی، روانی، عاطفی، احساسی، بدنی و هر جوری قرار میده بتونیم خودمون رو بیرون بکشیم و نباشیم این آسیب ها برای ما در دراز مدت مشکلات اگر به عنوان قربانی باشیم مشکلاتی رو ایجاد میکنه مثل معلولیت های فیزیکی در اثر کدک خوردن های زیاد یا مثلا درد های جسمانی مزمن و زماندار یا مثلا بیماری های روانی چیزهایی مثل افسردگی و ناراحتی های دیگه و حتی اینکه موفق نیستیم که از نظر احساسی خودمون رو مدیریت بکنیم یا حتی ممکنه خودمون تبدیل بشیم به آدمهای پرخاشگر یا حتی در مقابل استرسورهای کوچیکی که پیش میاد یا چیزهای استرزای کوچیکی که برای ما پیش میاد ما اکثر عملهای شدید و بیشتری رو نشون بدیم به همین دلیل خوب هست که متوجه باشیم که چه تاثیر این خشونت ها میذاره توی ما توی زندگی ما ولی اگر ما خودمون کسی هستیم که داریم خوشونتی رو اعمال میکنیم و اگر بر جلوی ما گرفته نشه ممکنه کم کم خودمون رو محق بدونیم برای اینکه این کار رو ادامه بدیم به خودمون حق بدیم که این کار رو ادامه بدیم برای اینکه این رو طبیعی میدونیم و به خصوص اگر والدین ما سوء رفتار داشته بودن ما در خونه خودمون وقتی که وارد زندگی مستقل خودمون میشیم از اونها الگو برداری میکنیم و میتونیم همین رو ادامه بدیم و همین رو نسبت به بقیه اعضای خانواده داشته باشیم و به خصوص اگر فرهنگ حامی ما باشه یا دولت حامی ما باشه این شکل های خطرناکتری به خودش میگیره به خاطر داشته باشیم که رابطه بین خشونت خانگی و قوانینی که تو مملکت هست خیلی زیاده یعنی هرچی قوانینی که در فرهنگ یا مملکتی که هستیم تفاوتهای جنسیتی رو زیاد بکنه خشونت خانوادگی زیاد میشه و هرچی این تفاوتها به برابری بیشتر برسه خشونت خانوادگی کمتر میشه یا خانگی بی... کمتر میشه به همین دلیل ما اگر به برابری بین زن و مرد قائل باشیم قاعدتا کسی امتیازی نسبت به کسی دیگه نداره پس خشونت خانگی کمتر پیش میاد یا اگر در سیستم اجتماعی باشیم که مسائل مالی خیلی تعیین کننده باشه خشونت کسی که از نظر مالی بالاتر هست نسبت به کسی که ضعیفتر هست خیلی بیشتر میشه و نمونه بارزش زمان بردهداری هست به همین دلیل بیایم نگاه کنیم ببینیم که آیا ما میخوایم و مایل هستیم که توی این رابطه اینجوری بمونیم یادم لطفا نگاه کنید که اگر در ابتدای رابطتون هست و خشونت خانوادگی یا خانگی رو دارین تجربه می کنید از مشاور کمک بگیرید از مراجعی که صلاحیت دارن که به شما کمک کنن کمک بگیرید تا راهنماییتون کنن و بتونید خودتون رو از این دایره بیرون بکشید و رابطتون رو اصلاح کنید شاید در شروع رابطه از اونجایی که مثلا همسر شما نمیدونه که داره رفتار اشتباهی رو میکنه شاید با یک برنامه مشاوره یا سایکو ایژوکیشن که داشته باشن آموزش هایی که داشته باشن بتونن بیاموزند که چجوری رفتار کنن توی خونه و دیگه شاهد همچین مسائلی نباشیم ولی اگر بذاریم که ادامه پیدا کنه اون طرف خودش رو محق میدونه و ادامه میده به کارش و ما هم آسیب خودمون رو میبینیم و به ای رو فراهم میکنیم که متاسفانه برای بچه هامون هم سازنده نیست به همین دلیل خوب هست که بهش دقت بکنیم که خشونت ها به شکلهای مختلف میان و مثل گازی که، از زیر در خونه میاد وارد خونه میشه و همه رو دچار گاز گرفتگی میکنه ممکنه به همین آرومی بیاد پخش بشه و زندگی رو خراب کنه و یا حتی خیلی شدیدتر به شکل یک انفجار توی خونه باشه وقتی به شکل انفجار هست ما گاهی اوقات میفهمیم ولی وقتی که به شکل آروم وارد خونه, خونه ما میشه معمولا متوجه نمیشیم و گاهی حتی عادت میکنیم به این خشونت ها و به کسی که داره سوء رفتار نشون میده وابسته میشیم علاقمون حتی بهش بیشتر میشه ولی این خطرناک هست و سازنده نیست و یعنی اینجا ما یک تا تعادل روانی رو داریم تجربه میکنیم و روان ما به خاطر اینکه خودش رو در سلامت روان نگه داره این علاقه ساختگی رو ایجاد میکنه برامون که بتونیم آسیب کمتری ببینیم در نتیجه خواهش میکنم که با اطلاع رسانی در این مورد و اطلاع داشتن در این مورد هم مراقب خودمون و زندگیمون و هم مراقب فرزندانمون باشیم و هم به اطرافیانمون این آگاهی رو بدیم شکل های مختلفی که هست مثل ازدواج اجباری یا ازدواج با کودک همه اینها از انواع مختلف خشونت خونگی هست که باید جلوش رو بگیریم و باید نسبت بهش آگاه باشیم و یادمون باشه که این خشونت ها فقط از جانب مرد به زن نیست از جانب زن به مرد هم میتونه باشه یا حتی توی رابطه های همجنسگرایانه هم میتونه باشه هیچکدوم از اینها مربوط به یک جنسیت خاصی نیست بعضی از جنسیت ها میتونن با توجه به فرهنگ و توی فرهنگی که هستن مثلا مرد قالب هست یا مرد سالاری هست مرد بیشتر این رو نشون بده ولی ما شاهد خشونت های مختلف هستیم که از جانب زن هم به مرد هست و چون خیلی دید بدی هست که مرد قربانی خشونت باشه کمتر در موردش حرف میزنن و سکوت میکنن به همین دلیل حواسمون باشه که کجا این اتفاق میفته و با آگاهی رسوندن از اون فضای ناسالم که برای خودمون اطرافیانمون بچه هامون مهیا کردیم بیرون بیایم و به سلامت عاطفی خودمون توجه کنیم تا در دراز مدت بتونیم با آرامش بیشتر زندگی کنیم و موثرتر باشیم و به خاطر داشته باشیم که قربانی خشونت همیشه در خطر اینکه خودش آدم خشنی باشه هست لطفا از خودتون مراقبت کنید عاشقتونم و تا ویدیوی بعدی منتظر سوالاتتون هستیم